در آغاز سرخط مهمترین خبرها. تأکید سازمان ملل متحد بر ادامه تعامل این سازمان با کابل. همزمان امینخان متقی گفته حکومت افغانستان خواهان تفاهم و تعامل مثبت با تمامی کشورهاست. دنړی له هیوادونو څخه هم له افغانستان سره د بالمثل تعامل وختنه کوو او د یو اړخیزو ګمانونو او د پخوانیو ناکامو تجربو پر اساس ولاړو تحلیلونو پر ځای د نویو واقعیتونو پر اساس ولاړ تفاهم ته رابولو. ارائه گزارش فعالیت های یک ساله اداره ملی امتحانات، رئیس این اداره میگوید که برای بهبود سیستم امتحانات با مقام های ترکیه گفتگوهای صورت گرفته است. موږ د ترکیه هیواد سره په دې باب باندې څو پرتې ناستې کړي دي. هغوی تخنیکي هیئت راغلی دی، زموږ څو سفرونه هلته شوي دي او په دغه رابطه باندې موږ ته ډاډ راکړی دی چې موږ به تاسو ته یو نوی داسې سیستم جوړ کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. بیننده های عزیز توجه نمایید به بسته خبری این ساعت از تلویزیون تمدن. و حال هم مشروع خبرها. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل میگوید این سازمان به تعامل با کابل ادامه میدهد. استفن دوجاریگ از کابل نیز خواست که راه‌های بیشتری را برای تعامل دیپلماتیک با جامعه جهانی باز کند. در این حال امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در 50مین نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در کامرون بر تعامل بالمثل کابل و کشورهای جهان تاکید کرد. او همچنان خواهان آزادی دارایی‌های مسدود شده افغانستان و رفع تحریم‌های اقتصادی و بانکی شد. نشست خبری سخنگوی دبیر کل سازمان ملل در مقر این سازمان در نیویورک. نشستی که در آن استفن دوجاریک گفت سازمان ملل به تعامل با کابل ادامه می دهد و از حقوق شهروندان افغانستان حمایت می کند. دوجاریک همچنان از کابل خواست که راه های بیشتری را برای تعامل دیپلماتیک با جامعه جهانی باز کند. به تعامل با طالبان ادامه می دهیم و از حقوق شهروندان افغانستان حمایت می کنیم. اینجا در 50مین نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در کامرون نیز امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه بر تعامل کشورهای جهان با کابل تاکید کرد. آقای متقی گفت به جای تجربه ناکام گذشته تفاهم بهترین راه است. د نړۍ له هیوادونو څخه هم له افغانستان سره د بالمثل تعامل غوښتنه کوو او د یو اړخیزو ګمانونو او د پخوانیو ناکامو تجربو پر اساس ولاړو تحلیلونو پر ځای یې د نویو واقعیتونو پر اساس ولاړ تفاهم ته رابولو. متقی از مسدود بودن دارایی های بانک مرکزی افغانستان از سوی ایالات متحده هم انتقاد کرد و تحریم های اقتصادی و بانکی را نیز غیر عادلانه خواند. او از اعضای سازمان همکاری اسلامی و کشورهای جهان خواست برای رفع تحریم ها و رهایی دارایی های افغانستان تلاش کنند. ټول هیوادونه باید افغانستان د مرکزی بانک د ټولو شتمنیو د آزادولو او له افغانستان څخه د اقتصادي او د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو څخه د سفري بندیزونو د لیرې کولو لپاره جدي هڅې وکړي. سرپرست وزارت خارجه در این نشست گفت افغانستان در حال حاضر از امنیت و ثبات برخوردار بوده، فساد اداری از بین رفته، کشت و فروش مواد مخدر ممنوع شده و بودجه ملی از عواید داخلی تامین می شود. اداره ملی امتحانات میگوید که با همکاری کشور ترکیه سیستم امتحان کنکور معیاری خواهد شد تا از تکرار سوالات در امتحانات نیز جلوگیری شود. مسئولان این اداره با ارائه گزارش فعالیت‌های یک ساله این نهاد گفتند برای تغییر سیستم فعلی با نمایندگان کشور ترکیه گفتگوهای صورت گرفته و برای فعالسازی سیستم جدید تلاش‌ها جریان دارد. این اداره همچنان از فراهم شدن برخی سهولت‌ها برای داوطلبان امتحان کنکور نیز خبر دادند. در ادامه برنامه تشریح دستاوردهای یک ساله ادارات دولتی روز شنبه اداره ملی امتحانات گزارش فعالیت‌های یک ساله خود را ارائه کرد. خارج از موضوع کنفرانس امروزی بپریزم.
مسئولان این اداره در این نشست خبری گفتند برای معیاری سازی و تغییر سیستم امتحان کنکور گام‌هایی برداشته شده و تلاش‌ها در این زمینه همچنان ادامه دارد. سرپرست اداره ملی امتحانات همچنان گفت که برای داوطلبان امتحان کنکور برخی سهولت نیز ایجاد شده، از جمله ترتیب و چاپ سوالات به 4 زبان. موږ د ترکیه هیواد سره په دې باب باندې څو کرتې ناستې کړي دي، هغوی تخنیکي هیئت راغلی دی، زموږ څو سفرونه هلته شوي دي او په دغه رابطه باندې موږ ته ډاډ راکړی دی چې موږ به تاسو ته یو نوی داسې سیستم جوړ کړو چې ستاسې ټول ضرورتونه دا پوره کړی شي او ستاسو ته به په واک کې دا درکړو. پنځم، د ازموینو ملي ادارې لپاره هر اړخیز دقیق ستراتیژیک پلان جوړ شوی دی. شپږم، د افغانستان د ازموینو د قانون مسوده دا بشپړه شوې ده. رئیس تنظیم بانک سوالات این اداره نیز گفت امتحان کنکور سال گذشته در 5 دوره برگزار و از 177,020 داوطلب امتحان اخذ کردید. وی همچنان افزود بانک سوالات رشته های مختلف ایجاد و طرز العمل اضافه شدن سوالات تشریحی در سیستم کنکور آماده شده است. په تیر کنکور کې تقریبا د 26,009 پښتنو څخه استفاده کړل ده، چې دا د ازموینو ملي ادارې په تاریخ کې اولنی ځل دی چې د کنکور ازموینې لپاره د 26,000 پښتنو څخه استفاده کیږي. با این حال شماری از دانشجویان برای شفافیت و معیاری شدن امتحانات کنکور بعضی خواست‌ها دارند. چې د کنکور ازموینه ډېره په ښه توګه ترسره شوه، شفافه وه، هېڅ کومه ستونزې نه درلودله. نو په اکول کې که ووایو په افغانستان کې ټولې ازموینې په اسلامي امارات کې ښه په شفاف ډول اخیستل کېږي. مکان یک جای مشخص برای امتحان کنکور، برای گرفتن امتحان کنکور باید مساعد بکنن برای شاگردان، برای کسانی که امتحان کنکور میدن. مسئولان اداره ملی امتحانات همچنان گفتند که نتایج امتحان کنکور بخش ماستری و دکترا در روزهای پیش رو اعلام خواهد شد. و در ادامه بیننده چند خبر کوتاه باشید. وزارت خارجه ترکمنستان از امضای چندین قرارداد همکاری اقتصادی میان اشقاباد و کابل خبر داد. این وزارتخانه گفته این قراردادها با هدف اجرای پروژه های مشترک در حوزه انرژی و حمل و نقل امضا شده. در این میان اجرای پروژه تاپی و ساخت تاسیسات لازم برای خط آهن ترغندی از جمله قراردادهایی بوده که به گفته وزارت خارجه ترکمنستان به امضا رسیده است. پیش از این کابل نیز گفته بود تمام مراحل حقوقی پروژه تاپی طی شده و آماده همکاری برای روی آن است. کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد در 6 ماه اول سال جاری میلادی به حدود 500,000 نفر در افغانستان خدمات صحی ارائه کرده است. این کمیته گفته این خدمات در بخشای واکسین، تغذیه کودکان، توانبخشی و آموزش کادرهای درمانی و ارائه مشوره های روانی انجام شده. در این گزارش همچنان گفته شده که بیش از 4,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه در 46 مرکز صحی مربوط به این کمیته مورد حمایت قرار گرفتند. در نتیجه دو رویداد ترافیکی جداگانه در مسیر شاهرای کابل قندهار و مسیر شاهرای غزنی گردیز 7 تن کشته و زخمی شدند. سخنگوی فرماندهی پلیس غزنی گفته که ناوقت روز گذشته در نتیجه برخورد دو موتر نو باربری در کوتل روزه مرکز این ولایت یک تن جان باخت و 3 تن دیگر زخمی شدند. به گفته وی در رویداد دومی نیست که در مسیر شاهرای غزنی گردیز در نتیجه برخورد یک موتورسیکل با یک موتر تیزرفتار 3 تن زخمی شدند. در جریان 5 ماه گذشته سال جاری هزاران گردشگر داخلی و خارجی از ساحات تاریخی و تفریحی ولایت بامیان دیدن کردند. مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان میگویند در این مدت دست کم 3,000 گردشگر داخلی و خارجی تنها از ساحات تاریخی این ولایت بازدید کردند. پارک ملی بند امیر یکی از مکانهای تفریحی که سالانه هزاران گردشگر از آن دیدن میکنند. مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان میگویند طی 5 ماه سال جاری دست کم 150,000 گردشگر از ساحات تفریحی و تاریخی به ویژه از بند امیر دیدن کردند. سکل لومړی نو تدو سپوري د بامیان ولایت تاریخي سیمو تفریحي سیمو نشي سمره سیلانانو لیدنه کړی ده.
په ټوله کې د بند امیر په شمول تر یو نیم لکو کسانو لیدنه کړې، او هغه سیمې چې تاریخي سیمې دي او د اطلاعات فرهنګ ریاست سره سب دي او موږ ټکټ ورکو، هغه بیا د خارجیانو داخلانو سره په ټوله کې 3000 کسان دي. گردشگرانی که به این ولایت سفر کردن میگویند که ولایت بامیان ساحات تاریخی و طبیعت زیبایی دارد و باید سهولت و امکانات بیشتر برای جذب گردشگران فراهم شود. با توجه به امو گردشگری که بعد در این ولایت امو سهولت های ایجاد میشد، متاسفانه ما در امو سفری که فعلا داشتیم ندیدیم، چون فکر کنم از نظر اقتصادی یک ذره ولایت امو امکانات کمتر دی اختیار داره، از اول از امکاناتی که باید برای کسایی که به تفریح در جمعیان ایجاد شد و آباد شد متاسفانه که نشدن. ما که امی جریان ها را تاریخی را میبینیم در حال از بین رفتن است. ما خواهش از دولت ایره داریم که امی آثارهای تاریخی ما را باید پابرجا داشته باشد، باید اینا را ترمیم بسازه. به باور آگاهان ایجاد سهولت برای گردشگران باعث رشد صنعت گردشگری، فراهم شدن فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد حکومت می‌شود. موجودیت سهولت‌ها و امکانات نقش عمده در جذب گردشگر و توسعه گردشگری داره. بنابراین وقتی گردشگری رشد می‌کنه، به توسعه دست می‌یابه، این نقش در اقتصاد مردم داره. درآمد سرانه مردم بالا میره، اقتصاد مردم خوب می‌شه. گفتنی است که میزان بازدید گردشگران داخلی و خارجی از ساحات تاریخی و سایر ولایات کشور از جمله کابل، بلخ، غزنی، قندهار و هرات نیز افزایش یافته است. سرپرست وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل و هیئت همراهش در سفری به ولایت غور به منازعه چند ساله میان دو قوم در این ولایت پایان داد. گفته شده که خصومت میان دو طرف بر سر صدها جریب زمین از یک قرن به این سو جریان داشت که سبب درگیری میان دو طرف نیز شده بود. پس از یک قرن خصومت میان دو قوم در ولسوالی دولتیار ولایت غور به دوستی مبدل شد. ملا نورالله نوری سرپرست وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل در سفر به این ولایت میگوید که مسئولیت حکومت است که دامنه اختلافات را از جامعه برچیند و اتحاد میان اقوام ساکن در کشور را تقویت کند. وقتی که انقلاب آمد، روس آمد، امریکا آمد، دیگه آمد این مشکلات ها ایجاد شد، اختلافات، دشمنی ها، خصومت ها، تجاوز ها. دو قوم تایمنی و سردارخیل ولسوالی دولتیار ولایت غور از 100 سال به این سو بر سر زمین منازعه داشتند که در این مدت سبب درگیری بین دو طرف نیز شده بود. ما همراه قوم سردارخیل بیش از 100 سال میشه دوام منازعه سر اراضی دولتیار داشتیم. تقریبا از سنه 1300 دعوا رسما و نهادهای دولتی مراجعه شده و شروع شده و تا هنوز ختم نشده بود. در جریان انقلاب ده ها نفر از جانب این ما به قتل رسید، خسارات مالی و فرار و مهاجرت های زیادی شده. در واقع ما این قضیه الحمدلله که امروز حل شد، ما حضور داشتیم و ما به صفت یک تن از نماینده های قوم او کاغذ امضا کردیم، رضایت خود اعلان کردیم. در جریان سفر سرپرست وزارت امور سرحدات اقوام و قبائل به ولایت غور میان هر دو قوم فیصله صورت گرفت که طرفین به این فیصله رضایت نشان داده و تعهد کردند که مثل برادر با هم زندگی می کنند. یک بند آبگردان به ارزش 400 هزار دلار آمریکایی از سوی یک نهاد خیریه در ولسوالی قره‌باغ غزنی ساخته می شود. باشندگان این ولسوالی می گویند که با ساخت این بند آب از جاری شدن سیلاب جلوگیری از آبهای باران برای آبیاری زمینهای زراعتی استفاده خواهد شد. همکارم زکریا حسنزاده از غزنی گزارش می دهد. تمکی از مربوطات ولسوالی قره‌باغ غزنی، منطقه ای که مردم آن سالها از خشکسالی و نبود امکانات رنج میبرند. حالا ساکنان این منطقه برای ساخت بند آبگردان با هزینه شخصی دست به کار شدند. هزینه ساخت این بند آب 400 هزار دلار آمریکایی تخمین شده که از سوی خیرین در خارج از کشور تأمین می شود.
$400,000 $400,000 بودجهش برآورد شده. پایین تر از این بند 1200 جریب زمین را تخت آبیاری قرار میده و تمام بودجه از این بند که پرداخت میشه توسط مسافرین و مهاجرین افغانستانی از کشورهای خارج برای ما حمایت مالی. ساخت این بند آب با استقبال باشندگان منطقه به ویژه کشاورزان همراه شده. میگویند سالها به خاطر کمبود آب برای آبیاری زمینهای زراعتی با مشکلات جدی روبرو بودند. ما تقدیر و تشکر نم از این برادرایی که در نهاد خیریه تمکی بابا سهم گرفتند، مرا یاری کردند، جهان سپاس و تشکری میکنیم. دیگه امیدواریم که دوستای عزیزی که سهم نگرفتند سهم بگیرن، خلاصه که تا می پروژه در سر برسه. تقریبا 14-15 سال قبل خشکابی های خیلی زیاد بود، خودیم دو تا مادگاب داشتیم و خلاصه گابی نر برای قلبه داشتیم، مال داشتیم. متاسفانه تا یه زمین 14-15 سال همه ایش از دست رفت، همچنین که دوستا رفتن. انشالله که خداوند انشالله اولا مسافرین را، دوما انجینر فیاض صاحب را انشالله توفیق بده. این برای ما نه تنها، برای همه یه زمین بند به پایین منطقه قل و تاکچین و بلنده و اینا را همه را انشالله زیراب میکنه. در زمین تا آسمان خوشحال است، مو که مردم فقیر است، مو که مردم بیچاره است، زمین زندگی از مسلم زیاده، میاونا باشه که مو فلج است. همزمان نهاد خیریه تاقچین به خاطر رفع مشکلات مردم این منطقه و ولسواله های همجوار کار ساخت یک پل را آغاز کرده است. بسیار پولی مهم در زمستان این را وصل میکنه بین ولسوالی جاغوری، ولسوالی مالستان که وصل میکنه در ولسوالی قره‌باغ. بسیار مهم است که مردم را بسته میشه زمستان، این را بسیار با سهولت نزدیک وصل میکنه. بسیار رای مهم و پول مهم از جمله از خیرین و کسایی که در پول سهم گرفتن، ما تقدیر و تشکر میکنیم. با این حال انتظار ساکنان این منطقه از حکومت این است که در کنار مردم و خیرین برای حل مشکلات مردم برخی پروژه های انکشافی را روی دست گیرد. اینجا روستای قل از مربوطات منطقه تمکی ولسوالی قره‌باغ غزنی است که کار ساخت بند آبگردان با هزینه شخصی مردمی جریان دارد. قرار است با تکمیل شدن و به بهره برداری سپرده شدن این بند بیشتر از 1200 جریب زمین تحت آبیاری قرار بگیرد. زکریا حسنزاده، تلویزیون تمدن، ولسوالی قره‌باغ غزنی. در میانه حملات کم سابقه روسیه به اوکراین، کیف شدیداً در تلاش است امریکا محدودیت استفاده از تسلیحات دوربرد خود را لغو کند. وزیر دفاع این کشور برای راضی کردن دولت جو بایدن به واشنگتن رفته. شماری از قدرت‌های غربی نگرانند حمله اوکراین با تسلیحات دوربرد ناتو به عمق خاک روسیه وضعیت را تشدید کند. همزمان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت باید به اوکراین اجازه استفاده از سلاح‌های دوربرد داده شود. دوشنبه گذشته و مقابله جنگنده پیشرفته F-16 اوکراین با بزرگترین موج از حملات موشکی و پهپادی روسیه. جنگنده اهدای غرب که پس از این مأموریت سقوط کرده و حالا جنجال آفرین شده. جزئیات دقیق این سقوط روشن نیست، ولی یک مقام اوکراینی گفته این جنگنده با خلبان سرشناس خود با آتش خودی و با موشک دفاع هوایی پاتریوت سرنگون شده. به دنبال درز خبر این سرنگونی، حالا رئیس جمهور اوکراین فرمانده نیروی هوایی این کشور را برکنار کرده. این جنگنده در حالی سرنگون شده که زلنسکی برای به دست آوردن آن ماه‌ها لابیگری کرده بود. رئیس جمهوری اوکراین معتقد است روسیه را می توان تنها با این نوع تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته غرب و آمریکا متوقف کرد. او اکنون تلاش خود برای قانع کردن آمریکا و اروپا برای لغو محدودیت استفاده این کشور از سلاح‌های دوربرد اهدایی را تشدید کرده است. ما به اصرار خود برای برداشتن محدودیت ها جهت استفاده اوکراین از سلاح های دوربرد ادامه می دهیم. لغو این محدودیت ما را کمک می کند که جنگ را به اسرع وقت پایان دهیم. پس از آغاز عملیات نظامیان اوکراین در منطقه مرزی کورسک روسیه، اوکراین شاهد بزرگترین حملات روسیه است.
حملاتی که نه تنها مراکز حیاتی اوکراین را نابود می کند که تلفات غیر نظامی را نیز افزایش داده. خیلی ها معتقدند که این عملیات ارتش اوکراین به عمق خاک روسیه مقام های کرملین را خشمگین کرده. زلنسکی اما به خون هایی که ریخته می شود توجهی ندارد و وزیر دفاع خود را به واشنگتن فرستاده تا آمریکا را راضی کند اجازه دهد با سلاح‌های دوربرد آن کشور به اهداف حیاتی روسیه حمله کند. می خواهیم این وحشت را علیه شهرهای خود متوقف کنیم. آنها شهروندان ما را می کشند. به همین دلیل می خواهیم مانع آنها شویم و متوقفشان کنیم. دولت بایدن ولی تا هنوز حاضر نشده چون این اجازه به اوکراین بدهد. زلنسکی ولی در بیش از 3 سال جنگ ثابت کرده می تواند خطوط سرخ غرب را نابود و خواسته های خود را برآورده کند. با این حال این بار حرف از استفاده روسیه از سلاح‌های هسته‌ای‌اش علیه کشورهای خاطی است، چون دکترین هسته‌ای این کشور اجازه می‌دهد دولت می‌تواند برای دفاع از حاکمیت ارضی از این سلاح‌ها استفاده کند. برای برخی دلایل غرب باور دارد که روسیه هرگز از آنها استفاده نخواهد کرد. ما دکترین هسته‌ای داریم و ببینید که چی گفته. اگر کسی حاکمیت ارضی ما را تهدید کند، دولت می‌تواند از تمام ابزارها برای دفع آن استفاده کند. برخی از متحدان اروپایی کیف نیز نگران تشدید اوضاع و عملی کردن این تهدید روسیه هستند. از جمله آلمان گفتند نمی‌خواهد سلاح‌هایی را تحویل کیف بدهد که روسیه را خشمگین کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اما گفت ترس از تشدید تنش توسط کشورهایی که از لغو این محدودیت‌ها خودداری می‌کنند مضحک است. کمک کردن به اوکراین جهت پاسخ به تجاوز روسیه و حمله به خاک روسیه مطابق قوانین بین المللی است، ولی اعضا خود تصمیم می گیرند و این به روابط دو جانبه آنها با اوکراین وابسته است. در همین حال اتحادیه اروپا تصمیم گرفته سربازان اوکراینی بیشتری را برای جنگ با روسیه آموزش دهد. جوزف بورل گفت این سربازان در بیرون از خاک اوکراین آموزش داده خواهند شد. و این هم پیش بینی وضعیت آب و هوای فردا. کابل آفتابی 29-17، بامیان آفتابی 22-9، جلال آباد آفتابی 37-26، غزنی آفتابی 26-15، قندهار آفتابی 38-24. کندوز آفتابی 37-20، لشکرگاه آفتابی 40-25، مزار شریف آفتابی 36-22، نیلی آفتابی 30-16، هراد آفتابی 34-21، اسلام آباد آفتابی 34-25، تهران آفتابی 34-23، دبی آفتابی 40-31، دهلی نیمه آفتابی 35-27 و مکه نیمه آفتابی 43-30. در پایان مرور دوباره به سرخط مهمترین خبرها. تأکید سازمان ملل متحد بر ادامه تعامل این سازمان با کابل. همزمان امیرخان متقی گفته حکومت افغانستان خواهان تفاهم و تعامل مثبت با تمامی کشورهاست. دنری لهوادنو څخه هم افغانستان سره د بالمثل تعامل وختنه کو او د یو ارخزو گمانونو او د پخوانیو ناکامو تجربو پر اساس ولاړو تحلیلونو پر ځای د نویو واقعیتونو پر اساس ولاړ تفاهم ترابولو. ارائه گزارش فعالیت های یک ساله اداره ملی امتحانات، رئیس این اداره میگوید که برای بهبود سیستم امتحانات با مقام های ترکیه گفتگاه های صورت گرفته است. موږ د ترکیه هیواد سره په دې باب باندې څو کرتې ناستې کړي دي. هغوی تخنیکي هیئت پر راغلی دی، زموږ څو سفرونه هلته شوي دي او په دغه رابطه باندې موږ ته ډاډ راکړی دی چې موږ به تاسو ته یو نوی داسې سیستم جوړ کړو. بیننده های عزیز، این بسته خبری این ساعت بود که تقدیم حضور شما گردید. وقت بخیر.